ایران با 35.6% تورم جزء 5 کشور پرتورم دنیا معرفی شده. این معرفی از سوی صندوق بین المللی پول صورت گرفته. 5 کشور پرتورم دنیا ونزوئلا، زامبیا، آرژانتین، سودان و ایران هستند و ونزوئلا با 200,000% در صدر کشورهای پرتورم جهان قرار داره. تورم و قیمت‌ها در ایران همچنان دارن با هم دیگر گلاویز میشن و شانه به شانه یکدیگر دارن رقابت میکنن. یکی از کالاها یکی از قیمت‌ها در بازار قیمت مسکن هست که با اون میشود شاخص تورم رو هم اعلام کرد. امروز قیمت مسکن در چند منطقه ارزان قیمت تهران اعلام شده. قیمت متوسط مسکن در مناطق ارزان تهران 6,600,000 تومان برای هر متر مربع بوده و اعلام شده که 5,600,000 تومان در ارزان ترین منطقه تهران یعنی منطقه 18 تهران هست و 7,600,000 تومان در منطقه 15 جزء بالاترین در قیمت‌های پایین هست. و اما قیمت‌های بازار غیر از مسکن، بورس و همینطور ارز و طلا مورد توجه هست برای کسانی که میخوان نقدینگی خودشون رو هدایت بکنن. اما از یک سو کارشناسان هم در محدودیت قرار دارن برای گزارش وضعیت بازار مسکن، بورس خصوصاً و همینطور ارز و طلا. این میشود که بعض وقتا جملاتی را انتخاب میکنن که این جملات گویا نیست. از جمله امروز کارشناس بازار سرمایه آقای همایون دارابی دلایل ریزش بورس در این روزا را اینگونه توضیح داده: در حال حاضر قیمت‌ها در بازار بورس در حال اصلاح و استراحت است. دقیقاً به همین واژه‌ها را ایشون به کار بردن، اصلاح و استراحت است بازار بورس. در صورت بازار بورس حالش خوب نیست این روزا. اما قیمت طلا در بازار جهانی اینطوری که دیجی گولد اعلام کرده، هر اونس 1,487 دلار بوده امروز و هر مثقال طلا 1,755,400 تومان و هر گرم طلای 18 عیار هم 404,900 تومان و هر گرم طلای 24 عیار 539,803 تومان و یک سکه هم زیر 4,000,000 تومان بود، همچنان 3,966,000 تومان و هر دیجی گلد 18 عیار 4,049 تومان و هر دیجی گلد 24 عیار 5,398 تومان بوده. اما برخلاف صراحت، عدم صراحت در اتفاقات بازار سرمایه و بازار ارز، آقای اسکندر مومنی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر به صراحت امروز اعلام کرده که در ایران 4,408,000 ایرانی معتاد هستند. ایشون گفته که سال گذشته 800 تن مواد مخدر در ایران کشف شده و ایشون گفته که این مواد مخدر اکثرا از راه ایران به کشورهای اروپایی حمل می شدن و بازم توضیح داده که از اون 4,002,800,000 نفر معتاد مستمر هستند و بقیه معتادهای تفننی هستند. اما شب گذشته اعتراض و تحسن شبانه دانشجویان در دانشگاه، در خوابگاه پسران دانشگاه علم و صنعت برگزار شد یا برپا بوده. علت این اعتراض و تحسن این بوده که گویا دانشجویان به خاطر مصرف غذای دانشجویی مسموم شده بودن. دانشجویان گفتن که پس از صرف غذای سلف سرویس دانشگاه مسموم شدن. امروز هم آقای روحانی برای شرکت در مراسم سال تحصیلی دانشجویان وارد دانشگاه تهران شده. در اونجا هم مورد اعتراض تعدادی از دانشجویان قرار گرفته و دانشجویان هم جلسه رو به عنوان اعتراض ترک کرده بودند. دانشگاه محل پرگیری
خوبه محل تریبون یک طرفه نیست. در اعتراض به این حرکت شما اینجا رو ترک بکنم. و سلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابو القاسم محمد. فعاله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. بسیار خوشحالم که خداوند امسال هم به من توفیق داد. اما آقای روحانی در جلسه امروز گفته است که 40 سال است با هم بحث میکنیم، پس اگر به نتیجه نرسیده ایم راهش این است که در همه پرسی از مردم بپرسیم. به راستی راهش این است که همون گونه که آقای روحانی گفتند امروز، یا همون گونه که بارها و بارها ما و دیگران هم گفته ایم، که از مردم بپرسیم، یعنی انتخابات آزاد برگزار بشود. و زندان اوین هم امروز یک مهمان جدید و مهمان نامدار داشته. آقای حسین فریدون برادر رئیس جمهور امروز تحویل زندان اوین داده شده. در آستانه رفتن به زندان آقای حسین فریدون خواستار انتشار متن کامل حکم صادره شده، حکمی که برای ایشون صادر شده شدن. و اما حکم زندان 3 سال زندان خانم عالیه مطلب زاده رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات که 2 سال پیش در دادگاه بدوی به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان محکوم شده بود، امروز در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تایید شده و اجرای احکام زندان اوین طی ابلاغیه‌ای به ایشون اعلام کرده که 5 روز فرصت دارن خودشون رو تحویل زندان بدن. و خانم عالیه مطلب زاده باید این روزا مهمان دیگر زندان اوین باشن. اما در پایان اشاره میکنم که استیضای ترامپ به حالت تعلیق در آمده، این مطلب رو خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و رهبر دموکرات های این مجلس عنوان کرده.